FATF دو سرباخت برای نظام. وزارت خزانه‌داری آمریکا با صدور بیانیه اعلام کرد بیانیه FATF بار دیگر بر خطرات تامین مالی تروریسم که سرمنشأ آن رژیم ایران است تاکید می‌کند. در بیانیه وزارت خزانه‌داری آمریکا آمده است مارشال بیلینگزلی، دستیار وزیر خزانه‌داری در امور تامین مالی تروریسم و جرائم مالی، گفت رژیم ایران به مدت بیش از 3 سال وعده‌های توخالی به جامعه جهانی مبنی بر متوقف کردن تأمین مالی تروریسم و به سامان کردن نظام مالی فاسد و غیر شفاف خود را تکرار کرده است. گروه ویژه اقدام مالی تعیین کرده است که دیگر کافی است. هم‌اکنون اقدامات مقابله جویانه بیشتری علیه ایران به اجرا گذاشته می‌شود و در صورتی که ایران لوایح کلیدی مربوط به مبارزه با پولشویی و تأمین مالی تروریسم را تصویب نکند و به طور کامل به اجرا نگذارد، به کشورها فراخوان داده خواهد شد که محدودیت‌های مالی بیشتری اعمال کنند تا از نظام مالی بین‌المللی حفاظت کنند. FATF در بیانیه‌ای که روز جمعه انتشار داد، محدودیت‌های جدیدی برای رژیم آخوندی اعلام کرد. سایت حکومتی انتخاب در همان روز صدور بیانیه توسط FATF نوشت گروه ویژه اقدام مالی در اجلاس اخیر خود در پاریس 2 دسته اقدام جدید مقابله‌ای علیه ایران وضع کرد که با توجه به تصویب یک اقدام مقابله دیگر در خرداد ماه گذشته، مجموعاً 3 اقدام علیه ایران وضع شدند. و در ادامه افزود، این نهاد بین المللی در یک بند جداگانه از بیانیه خود هشدار داده است که اگر تا قبل از بهمن ماه آینده این دو کنوانسیون نهایی نشوند، کلیه اقدامات مقابله علیه نظام وضع خواهند شد و عملاً وضعیت نظام به پیش از خرداد سال 1395 باز خواهد گشت. محسن جلیلوند، یک کارشناس حکومتی، پیرامون سناریوهای پیش روی رژیم در قبال پذیرش یا عدم پذیرش لوایح باقی مانده FATF به وضعیت بنبست نظام برای رد یا قبول این لوایح اذعان کرد و گفت من معتقدم که ایران چه بخواهد این لوایح را تصویب کند یا از تصویب آنها سر باز زند، یک بازی 2 سر برد را برای آمریکایی‌ها رقم زده است. یعنی آمریکایی‌ها عملاً خود را برای هر کدام از این 2 سناریوی نظام آماده کردند و در این 4 ماه باقی مانده تدابیر لازم را برای عملیاتی کردن برنامه‌های خود، چه در صورت تصویب این لوایح و چه با عدم تصویب این لوایح، خواهند داشت. این کارشناس حکومتی در ادامه افزود لذا اگر این لوایح تصویب نشود، یقیناً ایران به فهرست سیاه FATF باز خواهد گشت و عملاً تحریم‌های پولی و بانکی آمریکا دوچندان خواهد شد. اما اگر این 2 لایحه تصویب شود و ایران وارد لیست سیاه FATF نشود، تمام مناسبات و تراکنش‌های مالی و بانکی ایران زیر نظر این گروه اقدام مالی و نهایتاً وزارت خزانه‌داری آمریکا خواهد رفت و در این صورت یقیناً آدرس‌های دقیقی به کاخ سفید برای برنامه‌ریزی تحریم‌های جدید و اثرگذار خواهد داد. پس هیچ تفاوتی وجود ندارد که ایران بخواهد پالرمو و CFT را تصویب کند یا نکند. پیش از این بانک‌های حاکم بر سر قبول یا رد این لوایح کشمکش داشتند. علی ربیعی سخنگوی دولت روحانی درباره اینکه گفته می‌شود دولت و مجلس با مجمع تشخیص مصلحت به نتیجه رسیدند که FATF بررسی نشود، گفت FATF اصلاً برای مسائل تحریم مد نظر دولت قرار دارد و دولت بر مواضع خود درباره FATF پافشاری می کند. اگر تحریم هم وجود نداشته باشد، بدون FATF مبادله بانکی انجام نمی شود. یعنی نپذیرفتن FATF خود تحریمی است. FATF آنقدر چکشکاری شده است تا آثار منفی آن از بین برود. برای کار با بانک‌های دنیا به FATF نیاز داریم. این مواضع ضد و نقیض در حالی است که جلیلوند، کارشناس حکومتی، در مورد سیاست وقت‌کشی رژیم تاکید می‌کند. نکته مهم اینجاست که همین سیاست وقت‌کشی نظام به شدت در راستای اهداف و برنامه‌های آمریکا قرار دارد، چرا که کاخ سفید منتظر است تا در سایه این وقت‌کشی نظام که نتیجه مستقیم آن افزایش زمان اثرگذاری تحریم‌هاست، شاهد اوجگیری آثار و تبعات منفی تحریم ها و سیاست فشار حداکثری بر اقتصاد ایران باشد. این تحریم ها رو میگن مادر تحریم ها یا تحریم های نسل 2. دلیل اول نسلش که برجام رو از درون تهی میکنه.
بدون تردید این تحریم‌ها نقض برجام هست و دولت جمهوری اسلامی ایران حتما پاسخ مناسب رو خواهد داد. تمام امکاناتی که ایران از برجام منفعت می‌برد همه را از بین می‌برد. فقط در حد سفر دیپلمات‌های ما دورهمی‌های دیپلماتیک باقی می‌مونه. حال مثلا این دو تا نخود از جای بگیریم بیاریم ما. میتونه اجرای موفق برجام رو تحت تاثیر قرار بده و میتونه بهره‌مندی جمهوری اسلامی ایران رو از برجام کاهش بده. پس تمام منافعی که ما از برجام داریم رو کاملا از بین میبره. تمام منافعی که اونا از برجام دارن با قدرت هست. تحریم های مفصلی رو علیه ایران وضع میکنن به عنوان این است که ایران عامل بی‌ثبات کننده منطقه شده است. بله الان ما مسئول پرتو درمانی و تشکیل بیمارستان های چیز هستیم، هستیم، این ها خیلی کارهای خوبیه، اما اون توانمندیه نیست. یعنی وقتی ما توی نیروگاه آب سنگین عراقمون او رو توش بتون ریختیم، این توانمندی مهمی رو از دست دادیم. آسیب به خصوص به خاطر آثاری که بر اجرای برجام میگذاره و منافع جمهوری اسلامی ایران از برجام رو کاهش میده و به همین دلیل نقض برجام هست. بسیار فراتر از نقض. نقض یعنی که یه بند دو بند، اصلا کلا برجام رو از خاصیت میندازه.